دریا دریا بی خود روانی دریا پیری چو دنیا چومن جوانی دریا چومن جوانی چومن جوانی دریا چومن جوانی سرزیرایی از کوهساران تا خشکساران تا دشتساران تا خشکساران تا دشتساران من هم روانم با شور و مستی از روزگاری تا روزگاران دریا دریا بی خود روانی دریا پیری چو دنیا چومن جوانی دریا چومن جوانی چومن جوانی دریا چومن جوانی هرگز نباشی شیمان با خود بپیچی با خود بشوری مست و خروشان تند و ستیزان دریا دریا بی خود روانی دریا پیری چو دنیا چومن جوانی دریا چومن جوانی چومن جوانی دریا چومن جوانی چومن جوانی دریا چومن جوانی تجربه ثابت کرده است هر آن سرود، ترانه، آهنگ و موسیقی که از قله های آسمانبوس وطن از بلندکوههای سماگیر میهنمان صدا داده شده است ترنم گشته است حتما که پرواز بلند داشت، سماگیر داشت و دارد و حتما که سرحدها را عبور کرده است. بله دوستان عزیز درود میگویم شامتان را بخیر میگویم و باز هم برنامه خاطره ها را منظورتان میسازیم این شام باشد بازخوانی خواهیم کرد همین گونه ترانه ها را همین گونه سرود ها را که واقعا ماندگار هستند به مثل نفری که این ترانه این سرود را سروده است هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورما شیرینوا و برای به این هدف رسیدن باشد ما به برنامه خاطره ها دعوت نمودیم آوازخوان خوش سلیقه بانوی هنر پروین محمدیار را خوش آمدید شامتان بخیر تشکر شام شما هم بخیر با سلام علیکم پیش از همه سلام عرض میکنم برای بینندگان تلویزیون سفینه خصوصا برای برنامه زیبای و دیدنی شما خاطره ها سپاس وقتی که مرا دعوت کردند و گفتند که میخواستند که یک برنامه باشد که محض آهنگ های خورما شیرین باشد من بسیار بخوشی پذیرفتم چون وقتای آخر ما کم میشنم این در باره این آوازخوان چون یکی آوازخوان های بهترین بودند در ژانر استراد البته بله. آوازخوان بودند که یک صدای ناتکرار داشتند از نوت های بلند سرود میسرایدند سرود های تاجیکانه زیادتر سرود های تا جای من معلومات دارم سرود های کمپوزیتوری را میخواندند که کمپوزیتور های ما یعنی آهنگساز های ما می نوشتند همون در اون سال هایی که اون کس فعالیت میکردند زیاد میسرایدند و خودشون هم یک زنی بسیار هم یک زنی زیبا و مقبول بودند صحنه زیب یک چهار آهنگ خوشاد روان خورما شیرین را تیار کردم امروز پیشکش شما میگردانم محض کدام سرود هایش را؟ یکی از سرودهای مشهوری آن کس که دریا است. آن کس دو سرود خواندن دریا ولی امروز ما آن آهنگ را انتخاب کردیم که آهنگ فتا دین است و شعر از شادرمان لایق شیرعلی دریا بی خود روانی دریا پیری چو دنیا این است. این آهنگ خوب است. بله. و
پیش از اون که آهنگ آماده کردیم همراه امید جان کس نوازنده خوب هستند چون جوان هستند فکرای تازه دارند ما خواستیم که اول همین خل نوازیم زنده سرایم ولی چون آهنگ اساسی رو گوش کردیم که خرموش سرایدند و ارکستر نواخته است اون وقت شاید امکانات های قرار خوب نبود در یک مثلا کلاویش در یک من اسباب موسیقی نمیتوانستند که جایگیر کنند ولی امید جان گفت که بیاید تمام همون اسباب های موسیقی که در ارکستر هستند ما میتوانم که در همین با واسطه یک همین کلاویش یعنی با واسطه یک اسباب آماده سازم گفتم خوب خیر است میتوانی و نوبسته از اونه که یک آهنگی بسیار مشکل است تصمیم گرفتید که همین رو انتخاب کنید باز من تشکر میگم امید جان چون بسیار آهنگایی که ما یک جای تمرین میکنیم چه تاجیکی باشد و هندی باشد بسیار فکرای نوازنده رو من میشنوم گوش میکنم چون اینو جوان هستم فکرای تازه دارن بله. و همین آهنگ ساختن و وقتی که گوش میکنه در زمان آهنگ اصلی نوازش قد فرق نمیکنه و خوب هم میکنید که گوش میدید به فکر و عقیده جوانان چه خیلی که گفتید یک اندیشه تازه دارن جدید دارن و تشکر که این آهنگ را سرودید این ترانه را واقعا یک ترانه موندگار است در برابر دیگر سرودهای خرما شیرینوا و باید بگوییم که خرما شیرینوا در برابر یک زنی بسیار هم خوش سلیقه و خوش صدا بودن اینچنین قد و عقل و حسنی را سا داشتن بله بله. و هنگامی که ما جستجو کردیم دریافتیم که شاید از همین سبب ها باشد که هم نشینانشان، هم کسبانشان، دوستانشان در همون وقت و حتی حاضر هم خرمای شیرین میگفتند نه اینکه خرما بله، شیرین بله، بله. و اینچنین تبسم کردن را بسیار دوست میداشته است خیلی هم گویا که همان گونه ای که تبسم لبانی او را میپرستید و هرگاهی که سخنهای شیرین میشنوید از هم نشینانش هم کسبانش قاقاق زده میخندید بله. و همین تبسمش یک روحیه بولیده میبخشید به اطرافیان و شاید از همین رو باشد که او را خیلی دوست میداشتن زیاد دوست میداشتن هم کسبان اپای محرم شریف بود دوستی داشتن در آن وقت همکار بودن در کمیته رادیو تلویزیون درباره آهنگ دریو پرسون شدم همین آهنگی که اینو بله. پیشنهاد کرد و اون کس یک چیز جالب گفتن گفتن این آهنگ از فتاودین است و خودی شد رامون فتاودینه نقل کردن که چه قسم همین آهنگ ایجاد شد شخصان ایجادکار از هر چیز الهام میگیرن بله. یک کسی از خواندن پرنده ها کسی از موج های دریا این کس لب دریا نشستن که موج دریا به سنگ برمیخورد و همین به گوششون صدای دریا میآید فکرشون در تخیلاتشون همین آهنگ میآید و از شودروان استاد لایق شیرعلی خواهش میکنند که شعر بنویسند شعر نوشته میشود و آهنگ تولید میشد و اون کس مخص در همین سرود صدای زیبای خرما شیرین را میبینند با اون کس پیشنهاد میکنند میسرایند و بسیار خوب هم سرایدند اون کس بله و آوازی خیلی قوی داشتند نوتای بله بسیار بلند میگرفتند بسیار آوازی زیبا داشتند در حقیقت من پیشتم گوش میکردم چون ما خردسال بودیم اون وقت اون کس بسیار مشهور بودند انسامبل آوازداری گلشن بسیار مشهور بودند آوازخوانای بهترین اونجا بودند سراینده ها و این آهنگ ها رو من گرچه سخنایش رو زیاد هم ندارم نه صرفا میرفتم البته لیکن از زیاد هم ندارم لیکن آهنگایش رو از زیاد میدونستم چون از خردی گوش کردم موسیقیش در یادت بله در یادم بود و اینجا چون یادرس گردیدید از اون که چگونه سرودهایشان رو از خود کرده چگونه توجه کرده اید به آهنگشان بیاید قصه کنید که از خودی خرما شیرینوا طول اینقدر سال چرا آموختید همچون انسان پیش از همه همچون زن بانو من توجه معلومات دارم پرسیدم البته ما وقتی که یلکه کلان شده بودیم اون کس در قید حیات نبودند از نفرانی که همراه اون کس کار کردن خصوصا از استاد رحیم شلایر من اون کس رو خوب میشناسم بسیار احترام دارم نسبت اون کس آنها دوستی خوب بودند اون کس به من نقل کردن که چقدر زن مهربان بوده است چقدر یک در کلکتیو هم یک مناسبت خوب داشته است و همیشه یک زنی بوده است که بسیار شوخ طبیعت بوده است و در خانه هم اینچنین یک زنی خوب یک پزنده خوب یک مادری خوب چون یک فرزند داشتن بسیار فرزندشان را دوست می داشتن و می دانید که شوهرشان هم هنرمند بودند در ما انسامبل بله. و اسباب زربیگ می نواختند آنها هم دیگر دوست داشته گرفتن یک عشق صمیمی داشتن یک اویله نمونوی بودند هم دیگر دوست بله. می شدند اینچنین همین گونه هم می گویند که خرما شیرین و جان بخشید به استراده در همون دوره ها یعنی سالهای 82-92 بسیار شهرتیار گردید و از آوان دانشجویی آغاز کرد سرود گفتن را ترانه ایجاد کردن را
بیاید اینجا ترانه دیگر رو منظوری بیننده میگردانیم، باز هم صحبت رو ادامه میدیم. بعدم باشد ترانه نوبتی این عشق سوزان نام دارد که بازم شعر از استاد لایق شیرعلی است و آهنگ طلب خوجا ستاروف است. بسیار مشهور هم هست، مردم شنیدن. ما این را آماده کردیم، امروز پیشکشی تماشا بیننده کردم. خوب، مرحمت. گلشنی خیالم بی تو نبود برگی در باغ روزگارم، بی تو نبود رنگی در گلشنی خیالم، بی تو نبود برگی در باغ روزگارم. خوش آمد سوزم و عشق دل فروزم. بی تو به هر مقامی هر چند ساختم من، چون سوختی دلم را دل را شناختم. بی تو به هر مقامی هر چند ساختم من، چون سوختی دلم را دل را شناختم. خوش آمدی به سینه عشق سینه سوزد زیادت اما عشق دل فرو تشکر زیاد، آوازتان خسته نباشد. و پروین، این را ببینید که همین ترانه در برابر دیگر ترانه های ایشان یک ترانه بسیار ماندگار است، بسیار ناتکرار است، با آدم یک انرژی می بخشد، عشق سوزان. حالا که صدا داده شد، حالا که بازخوانی شد، یک حال و هوای سالهای 80 90 را به ما داده تمام. بله، این آهنگ از سالهای تقریبا 85 تا 86 همون سالها ایجاد شده است. و شما دیدید که آهنگی بستکارانی توجیک است، آهنگ کمپوزیتوری است که سرودنش بسیار مشکل است، از نوتای پس شروع می شود و در اوج صورت بلندتر می رود، ولی شادرمان خرموشینا بسیار خوب می سرویدن، یک آزادانه می سرویدن. منم امروز کوشش کردم یک کمی برای سرویدن این آهنگ. و اینجا رمزی هم هست که ما مست شما رو دعوت کردیم تا اینکه سرودهای خرموش ایرینلوا رو بازخوانی کنید، چون چه خیلی میدونیم سبک شما نیز خیلی ماننده است، یعنی آوازی شما نیز خیلی قوی است، خیلی بلند است. تشکر. و در برابری طرز خاص لباس پوشی را داشتن در همون دوره، اینچون یک میمیکی به خود خاص داشتن، رقص های به خود زیبنده داشتن بسیار. هم تا جایی که من میدونم حتی پدرم میگفتن که تو وقتی که خرموشیرین و مقدس نبی و به استراده توجیک ورود نشدن، تا اون وقت حرکت ها در صحنه نبودن. مود نبود، یا دوست نمیداشن، یا میشرمیدن. ولی مقدس نبی و خرموشیرین این اولین نفرانی بودند که حرکت های خوب در صحنه اجرا میکردن. هنگامی سراییدن سرود میرقصیدن، خنده های زیبا داشتن. حالا جوان های هستن که به آنها تعصب میکنن، سبتای پیشتر رو میبینن، گوش میکنن. من باوری دارم که به خرموشیرین و به شادروان مقدس نبی با مغفرت امرو قل و پیروی میکند. این خوب است. تخمین رمضان و از قبیل نفرانه میباشند که بسیار احترام دارند
به سبک و اسلوب ایشان و خود نیز در یکی از محفل ها گفتند که در برابر خرما شیرین و نرگس بندیشایوه و مبارک شاه که اینها توانستند در موسیقی تاجیک کار عظیمی را به سامان رسانند و چه خیلی گفتیم جان بخشند به استراده. آنها با یک سبک مخصوصی خودشان آمدند. بله می سرایند و تخمین رمضان و پیروی می کنند به این سبک و می خواهند که انا همین روحیه را انا همین بالابری را نشکسته تا آخر ببرند و از عهده همین مسئولیت برایند. بله من نسبت این آوازخوان یک احترام مخصوص دارم چون که اون کس از روزی که روی صحنه آمدند فقط زنده می سرایند. بله. و آهنگ های پیشتره مردمی تاجیک باز از نو زنده کردند، باز به طرز زمانوی به طرز استرادی خواندند. و اینجا بیاید باز هم برگردیم سری سفره همین ترانه ای که همین حالا منظور بیننده گردید، یعنی عشق سوزان. عشق سوزان بله. و چه خیلی گفتید از آواز پست شروع می شود بعدا باز هم می رود بلندتر، براتون مشکل بود آسان بود؟ من موسیقی کلاسیک هند رو خواندم، در آنجا تمرینی صدا بسیار خوب می گذرد و از هر یعنی تنال اسکرچ می گویند تمرین میکنیم، مشق میکنیم، آهنگ های بسیار از اینا بلندتر هم می سرایم. برای من مشکلی نداشت. و باز بگویم که این سرود رو شادروان خرما شیرین و از نوت های ری خواندن من باز یک تا بلندتر از می سرایدم چون برای من راحت بود. بله. و مثلا باز در برابر این یکان دیگرگونه وارد کردید؟ نه در آهنگ ما نکردیم چون این آهنگ بستکاران است، حق هم نداریم. همین خیل کامل است. بله. همین خیل زیبا است، همین خیل مردم قبول کردن، این هم حق نداریم که ایواز کنیم. ولی بسیار آهنگ خوب است. وقتی که گوش کردیم آهنگ انتخاب کردیم بسیار آهنگ خوب کردن، بسیار صدای زیبا داشتند. در حقیقت من متاثر هستم وقتی که گوش کردم و آهنگ را انتخاب کردم. در حقیقت اون کس هنرمندی نو تکرار هستم. و تا چه اندازه به طبیعت شما به سلیقه شما نزدیک است خودشون؟ نزدیک است چون که اون کس چه خیلی که شما میدونید اون انسامبل گلشن با جمهوری با ما برادر و دوست افغانستان سفر هنری داشتن. بسیار سفر بسیار یک سفر خوب هم داشتن که در اونجا موفق شدن. از همونجا بسیار مثلا شاید کسیته ها آورده بودند اما وقتی که بسیار آهنگای افغانی رو بازخوانی کردن، از احمد زویر کردن از دیگر آوازخوانا و یک سرودشون بسیار اونجا مشهور شده بود، سرود کپکیدری. ای کپکیدری بیا با بالی نمم این چیزا، اینم سرود افغانی است. اونجا سرود بسیار بین مردم افغانستان مشهور شدن و سبک اونها با من نزدیک است. برای اون که من هم آن سرودهایی که می خوانم سبک هندی است، بسیار نزدیک هستند به هم، سبک منم مانندی دارد و برای من سرایدن آهنگ های شادروان خرموشین قدر مشکلی هم نداشت. راحت بود برای تان. راحت بود. و در برابر این شعر استاد لایق شیرعلی بازار صابر استفاده میکردن، چون دو تا سروده که حالا بازخوانی شد از استاد لایق شیرعلی بود. بله. اینچنین سرودهایی که دویت است بسیار سروده هم. بله دویت هم سرایدند، با بسیار بستکاران همکاری داشتند، با شادروان مبارکشا جمعیف، با قدرتلو حکماتف، قدرتلو یحیویف. تا جایی که من فهمیدم و پرسان کردم که بسیار آهنگ های بسیار مشکله با اون کس باوری میکردن میدادن و اون کس باز یک اثر بلند از سرایدن این سرودها میبرامدن با آسانی. این هم یک نشانه است که اون کس بسیار هنرمندی کسبی بهترین بودند در ساحه خودشان. بله در برابر این پروازهای بلندشان از آن سبب بود که کمپوزیتوران مشهور میدونستند که همین سروده که بسیار اوجی بلند دارد و سروده که مثال خاصی آواز خرما شیرین بله. است حس میکردن و محض خرما شیرین رو انتخاب میکردن و این نفر میدادن این گونه سروده رو. وقتی که آهنگساز یک سرود یک آهنگ رو میسازد، مثلا شیر میگیرد آهنگ میسازد، اگر که در ذهنش هست پیش نظر میارد که میدونن که کدام آواز به همین سرود موافق است و کی میتواند از سرایدن این سرود به آسانی برآید. البته این بستکاران ما بستکاران بهترین بودند و حالا هم هستند و وقتی که سرود را ایجاد میکنند اونها البته و همراه سرود که ایجاد کردن آوازخوان را هم انتخاب میکنند. و رسالت اصیل مثلا بستکار حرفه‌ای هم در همین است که او باید پیشکی قبلا داند که مثلا کدام سراینده تا چه اندازه قدرت دارد. بله. و رسالت مثلا خود سراینده هم در همین است که همون چیزی که مثلا بستکار روی کار آورده است همون گونه به شنونده برساند. بستکاران آهنگ می نویسند، آنها با شما البته می فهمونند که این خیلی خسرویدند، ولی باز آوازخوان ها شخصا خودی من
باز من ناله هایی که در صدای من است اون رو استفاده میکنم. باز من شیر و مزه خوب. بله من پیشنهاد میکنم وقتی که سرود رو به من پیشنهاد میکنم من میسرم میگم که اجازت است که من به طرز خودم همین چیزا خوانم. وقتی به طرز خودم میخونم باز خوششون میاد میگه خوب است. همین من خصوصا شادروان استاد قربان علی عبدالله اون کس با من چند آهنگ نوشتن. وقتی که آهنگ می نوشتن میگفتن یک بار پروین تو خون من میخوام که شنوم تو چه قسم میخونی. ما بسیار تمرین میکردیم آهنگ ها را شخصا احمد زهیر همرایون کسا میخوندیم با آهنگی نوی که با من پیشنهاد میکرد من به طرز خودم میسرادم اون کس قبول میکرد. شاید که بستکاران وقتی که پیشنهاد میکنن باز خرموشین و یک چیزی داشتن که با طرز خود با صدای خود میسرایدن باز زیباتر میشد. آهنگ خوب است سراینده باز خوبتر میتواند سراید و مشهور گرداند. بله و از روی فکری ما همین گونه هم هست. وقتی که مثلا سراینده طرز خود را پیشنهاد میکند، طرز سرودن خود را پیشنهاد میکند و اگر این با بستکار پسند آید پس معلوم میگردد که او مشقت کردن را دوست میدارد، بیشتر محنت میکند سری آواز خود تمرین میکند. تمرین. باز کدام سرود را آورده تا اینکه منظور بیننده گردد؟ یک سرود است من چخل که گفتم سرودهای افغانی را بسیار بازخوانی کردم است. تا جایی که من معلومات گرفتم این سرود را در افغانستان شادروان ظاهر هویدا سرایده است و ما از خرمو شیرین شنیدیم روخ گلگون نام دارد که به فکرم از جوانای حاضرام کسی این سرود را بازخوانی کردند و یادم نیست کسی از آوازخوانای جوان ولی این سرود بسیار مشهور بود. خوانده بودم سرود افغانی است پیشکش کردن میخواستم. مرحمت. تشکر زیاد. سلامت باشید. روخ گلگون این سرود هم در رویختی آن سرود های است که ما تست گوش میکنیم، حلاوت میبریم و باور داریم چون یکی از ترانه های بسیار زیباست، بسیار گوشنواز است. طبیعی بیننده ما رو نیست بالیده کردانید. هرچند عمری کوتاه هم دیدن شادروان ولی یک عمری با برکت بود به فکر من چون زیاد آهنگ های خوب خواندن در خاطر مردم تا حالا هستند. من هنرمندی خوب، شاعر خوب، یک نویسنده خوب آنها نمی میرند. بله. در دل خلق همیشه با ایجادیات خود زنده میمانند. هر وقتی که سرودشان ما میشنویم یا که بازخوانی میکنند آنها
اون کس برای ما زنده هستند. بله همیشه زنده هستند، یادی آنها، خاطری آنها در ضمیر قلب ما. و باز هم کدام سرود ترنم میگردد حالا؟ حالا یک آهنگی که بوتی بیرم ای بوتی بیرم شکارف کنم، میدونید که آهنگ احمد زایر است. بله. ولی اولین بار مردمی ما از خرما شیرین و شنیدن این سرود را و گمان کردن، که از مال این کس است و به همین آهنگ و کس مشهور هم شده بودند در تاجیکستان و ما تصمیم گرفتیم که همین آهنگ را امروز برای شما پیشکش کنیم. بیاید سر اول سری سرفه خاطره هایش صحبت میکنیم که چگونه بود مثلا روندی از خود کنی و چه حلاوتی برداشتید از این سرود؟ من همیشه میگویم که احمد زایر من از خردی گوش میکردم، چون پدرم بسیار علاقمند سرودهای احمد زایر بودند و هر صبح ما کسیته احمد زایر میموندند گوش. من این آهنگ ها رو گرچه سخن های را شما از یاد نمیدونم ولی موسیقی اش رو از یاد میدونستم و سرودن این آهنگ برای من هیچ مشکلی نداشت. یک چند دفعه تمرین کردیم و آماده کردیم و چون شما با یک ذوق تام این سرود رو از خود کردید و حالا منظور بیننده میگردونید، باور داریم که بیننده نیز از همین ذوق، از همین شوق بهره‌ور خواهد شد. بله، چون میدونید در تاجیکستان نفری نیست که از ایجادیات احمد زایر خبر نداشته باشد. پیر باشد، جوان باشد، در هر سن و سال باشد، احمد زایر را دوست می‌دارند. تا حال گوش می‌کنند و حد اقل یک آهنگ بازخوانی کردند. برای من هم یک چند تا آهنگ بازخوانی کردم و امروز باز این آهنگ را پیشکش کردم. می‌خوام هم از طرف خرما شیرین و هم از طرف شادروان احمد زایر. بیاید گوش می‌کنید. مرحبا. رشته بیانداز تو برگردنم.
چیکار افغانم رشته بیانداز تو بر گردنم رشته بیانداز تو بر گردنم تماشابینی بسیار گرامی تلویزیون سفینه خصوصا برنامه خاطره ها ما باور داریم که این شام براتون طبع بالیده بخشیده و در برابر بازخوانی کردن سرودهای جاویدانه سرودهایی که بسیار هم به دل نزدیک هنرپیشه شایسته تاجیکستان خرما شیرین و از جانب آوازخوان خوش سلیقه پروین محمدیار و چون شما و مطربان خوش سلیقه و چیرده است توانستان به ما همین گونه یک حال و هوای خوب عطا کنند براتون سپاس میگویم بار دیگر خوش آمدید دوستان عزیز در همین نقطه عالی برنامه خاطره ها را جمع بست میکنیم این شام خانه آباد باشید